سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی تلویزیون کانال جدید. من نگار قنبری هستم به همراه همکارم بهنام پارسا و با یکی دیگر از برنامه های برای آزادی زندانیان سیاسی با شما عزیزان هستیم. برنامه امروز بدون پرده و صریح اختصاص داره به بیکفایتی دولتی و سیستمی به نام جمهوری اسلامی که جان مردم در اون سیستم کوچکترین ارزشی نداره. در همین ابتدای برنامه ابراز تأسف و همدردی خودم و همکارانم رو با تمامی خانوادگان جانباختگان حوادث اخیر، چه کسانی که در مراسم قاسم سلیمانی زیر دست و پا له شدن و چه کسانی که در پرواز اوکراینی با هزار امید و آرزو چمدانهای خودشون رو بستن ولی هرگز به مقصد نرسیدن، اعلام میکنم و در همین ابتدای برنامه یک کلیپ کوتاه رو تقدیم میکنم به روح بزرگوار تمام این عزیزان از دست رفته. با تو بدرود ای مسافر، هجرت تو بی خطر با مرتبش باشه دلی که خون به رگهای تنم دار، فصلی که من با تو ماشم، فصل سبز خواهش من، فصلی که ما بی تو من شم، فصل خاکستری چشم تو با حقیقت. بله، شواهد گواه بر این هست که هواپیمای اوکراینی که تمام سرنشینانش جان خودشون رو از دست دادن، تقریبا تمام دنیا داره به این نتیجه میرسه که بر اثر اصابت موشک پدافند ضد هوایی خود جمهوری اسلامی منفجر شده. قطعا خبرهاش بعداً به سمع و نظر همه شما عزیزان خواهد رسید، ولی متاسفم که این عزیزان جان شیرین خودشون رو از دست دادن و خانواده‌ای به وسعت تمام دنیا رو داغدار و عزادار کردن و دنیا در بهت از جنایاتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده هر روز. بیکفایتی حکومتی که حتی نمیتونه از جان هواداران خودش هم دفاع بکنه، نمیتونه جان هواداران خودش رو هم حمایت بکنه. یک جا با گلوله آدم میکشه و جای دیگه با سوء مدیریت و بیکفایتی. هواداران یک حکومت در جایی که میخواست همه رو جمع بکنه و قدرت خودش رو به دنیا نشون بده و نمایش قدرت بذاره که اینها همه به خاطر سردار سپاه قاسم سلیمانی به میدان اومدن و عزادار قاسم سلیمانی هستن و فخرش رو به دنیا بفروشه، شهر به شهر این جنازه رو چرخون تا رسید به شهر کرمان و توی یک فضای کوچک میخواست جمعیت به اون بزرگی رو جا بده که به دنیا ثابت بکنه که چقدر اقتدار داره، به دنیا نشون بده که هواداران قاسم سلیمانی چقدر بیشمارن و مشت محکمی بزنه بر دهان به قول خودش استکبار جهانی. اما چی میشه؟ مشت محکم بر میگرده و میخوره توی صورت مردمی که اومده بودن اونجا. 56 نفر زیر دست و پا خفه میشن و خیلی جالبه که به شما عزیزان بگم که عکاسی که رفته بود اونجا تا خبر تهیه بکنه و عکس تهیه بکنه از اتفاقاتی که داره میفته، از خاکسپاری مراسم قاسم سلیمانی، چند ساعت قبل از مراسم خاکسپاری به اونجا میرسه و مرتبا در صفحه اینستاگرام خودش اطلاع رسانی میکنه که بابا اینجا امن نیست، این داربستهایی که شما زدین، این فضایی رو که شما در نظر گرفتین امن نیست و یک فاجعه بزرگ در راهه. جالبه که یک عکاس که وظیفش فقط عکاسی هستش این رو متوجه میشه، ولی یک سیستم، یک حکومت متوجه نمیشه که جان این همه انسان رو اینطور بی ارزش میبینه و روزنامه وطن امروز فردای همون روز تیتر میزنه کرمان به فدایت. بله، اگر برای سیستم جمهوری اسلامی امکان داشته باشه حتی میگه تمام ایران به فدایت، یعنی جان مردم
ذره‌ای برای این سیستم آدمکش ارزش نداره. همون حکومتی که میخواد موشک پرتاب بکنه و انتقام جنایتکار و خونریزی به نام قاسم سلیمانی رو بگیره، اما سیستم پدافند ضد هواییش هواپیمای مسافربری رو که فقط 3 دقیقه است از فرودگاه بلند شده رو توی هوا منفجر میکنه، که البته دیوار حاشای جمهوری اسلامی همیشه بلنده. در حادثه منا اگر یادتون باشه، خامنه ای اومد و سخنرانی کرد از بی تدبیری و بی کفایتی دولت عربستان و گفت که اینها انقدر بیشرمند که حتی نیومدن یک عذرخواهی کوچک بکنن از مردم. اما خودشون چی کار کردن؟ خودشون اونقدر بیکفایتن که حتی نتونستن یک عده آدمی رو که خودشون سازمان داده بودن، که تخصصشون توی این 40 سال این هست که آدما رو سازمان بدن برای اینکه به دنیا نشون بدن که ما چقدر اقتدار داریم، ما چقدر در بین مردم محبوب هستیم، نتونستن از پس یک مراسم خاکسپاری و عزاداری هم بر بیان و 56 نفر کشته شدن. جالب این 56 نفر در مقابل اون 5-6 نفری که همراهان قاسم سلیمانی بودن و کشته شدن، انگار جونشون هیچ ارزشی نداره. جهان داره نگاه میکنه. جهان داره به تمام این اتفاقات و رخدادهایی که در ایران اتفاق میفته نگاه میکنه و واقعا متاسفم از این که چهره جمهوری اسلامی هنوز هم برای خیلی ها ثابت شده نیست و هنوز هم طرفداری میکنن. روی صحبتم با اونایی هست که هنوز طرفدار نظام هستن و هنوز امیدی دارن به اینکه این سیستم شاید اصلاح بشه و درست بشه. در جایی که دختر قاسم سلیمانی حرف از انتقام میزنه و میگه که حاج حسن نصرالله، ببخشید عمو حسن نصرالله، انتقام خون پدر من رو میگیره، 56 نفر زیر دست و پا له میشن. میخوام بپرسم که سرکار خانم زینب خانم، چند نفر دیگه باید کشته بشن تا قلب شما آرام بگیره از اینکه خون پدر جنایتکار و خونریز شما ریخته شده؟ چند نفر دیگه باید کشته بشن؟ 56 نفر در حادثه خاکسپاری پدر شما کشته میشن، 176 نفر در حادثه هواپیما، سقوط هواپیما کشته میشن که قطعاً مسئولیت اون با جمهوری اسلامی هستش. اما میخوام یه مقایسه‌ای بکنم برای شما عزیزان. وقتی که شخصی مثل قاسم سلیمانی کشته میشه و حکومت 3 روز عزای عمومی اعلام میکنه و حتی از بچه‌های کوچک، فیلماشو حتما همتون دیدین، استفاده ابزاری میکنه برای اینکه به دنیا نشون بده که همه مردم ایران عزادار هستند، خودتون مقایسه کنید با همین 2 ماه پیش که اون همه جوون بیگناه توی خیابون به صورت مستقیم به سر و صورتشون و سینه‌شون شلیک شد، کشته شدن و حتی اجازه سوگواری به خانواده‌هاشون داده نشد و مراسم 40 هم حتی اجازه ندادن که برای بچه‌هاشون برگزار بکنن و 11 نفر از یک خانواده رو، برای مثال خانواده پویا بختیاری رو، دستگیر می‌کنن برای اینکه ممانعت بکنن از برگزاری مراسم 40 و در اون دستگیری یک کودک 11 ساله رو هم دستگیر میکنن. اما در جای دیگری برای قاسم سلیمانی از بچه‌های کوچک هم حتی استفاده ابزاری میکنن و ببینید که چقدر یک سیستم میتونه حقیر باشه، چقدر میتونه به روزهای پایانی خودش به نظر من نزدیک باشه که اینطور دست به نمایش میزنه برای اینکه نشون بده به دنیا که هنوز هم محبوبه. اما نکته مهمی که در این 3 روز مراسم قاسم سلیمانی باید مد نظر داشته باشیم و به نظر من وظیفه تمام رسانه ها هست و رسالت رسانه این هستش که مقابله بکنه با خرافات و تقدس زدائی. زمان خمینی اگر خاطرتون باشه، در اون مدرسه مشهوری که مردم جمع می شدن تا به سخنان گوهربار خمینی گوش بدن، آدم ها می اومدن و دستشون رو می مالیدن به خمینی برای اینکه متبرک بشن و فکر می کردن که اون آدم مقدسی هستش. حتی اگر خیلی دستشون نمی رسید، دستمالی چیزی پرت می کردن که بتونن متبرک بشن. و امروز بعد از 40 سال می بینیم که هنوز دارن این کار رو با تابوت قاسم سلیمانی می کنن.
نمونش رو دیدیم، 56 نفر زیر دست و پا خفه شدن. خیلی از اونها فکر میکردن که قاسم سلیمانی آدم مقدسی هست. دادستان عمومی انقلاب شهرضا گفته که 4 نفر رو به جرم حتاکی به قاسم سلیمانی دستگیر کرده. قاسم سلیمانی تبدیل شد به یکی از مقدسات دیگری که حرف زدن راجبش تابو هست و ممنوع است و اگر کسی راجبش صحبت بکنه توهین به مقدسات کرده. مقدس سازی از هر نوعش خطرناکه و میتونه واقعا مخرب باشه و میتونه طرفداران اون کسی رو که مقدسش میکنن وادار بکنه که هر نوع کار خطرناکی رو بکنن. نکنیم، مقدس سازی نکنیم، مخصوصا از کسانی که دستشون به خون هزاران نفر آلود است. این کلیپ رو مشاهده کنید و این رو اختصاصا آماده کردم برای کسانی که هنوز فکر میکنن که قاسم سلیمانی دغدغش مردم ایران و مرزهای ایران بود. ما بعضی از اصول برای ما مهم هستن، بعضی اصول نیستن، فروعن. حزب جناح فرع است، عفو ولی فقیست، عفو جمهوری اسلامی است، عفو نظام اسلامی است. اینجا جایی است که اگر به خطر افتاد، اگر کسی با اون مواجه شد، ما با جانمون مواجه می شویم. اصل اساسی نگاه دارنده این نظام ولی فقیه است. قاسم سلیمانی بنا به اعتقاد بسیار یکی از قدرتمندترین افراد در ایران بعد از خامنه ای بود. اون در واقع بازوی بلند جمهوری اسلامی بود در خاورمیانه و حتی فراتر از اون میشه گفت. کسی بود که بشار اسد صندلی خودش رو به قیمت کشته شدن صدها هزار نفر در سوریه مدیون قاسم سلیمانی هست. قاسم سلیمانی همون کسی بود که شبه نظامیان تحت فرمانش در عراق برای قدرت نمایی اسمش رو روی دیوار سفارت امریکا نوشتند. اما چند روز بعد مشخص شد که قدرت نمایی به شعار دادن و شعار نویسی و دیوار نویسی و پرچم آتش زدن نیست و فراتر از این هاست. و دیدیم که قاسم سلیمانی چطور به وسیله آمریکا کشته شد و هنوز هم البته ابعاد این ماجرا خیلی روشن و واضح نیست که نحوه شناساییش چطور بوده و ردیابیش چطور بوده. چیزی که مشخصه اما اینه که دیگه عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی برای جولاندهی در خاورمیانه برای جمهوری اسلامی دیگه واقعا امن نیستش. قاسم سلیمانی بدون شک یکی از تاثیرگذارترین چهره های جمهوری اسلامی بود، مخصوصا در فرامرزی. در همون ساعت اولیه انتشار خبر کشته شدن قاسم سلیمانی، گروه‌هایی از مردم در عراق به خیابون ریختن و ابراز شادمانی کردن، شیرینی پخش کردن و به رقص و پایکوبی پرداختن. قاسم سلیمانی اگر در ایران برای عده‌ای چهره مرموز و ناشناخته بود و برای عده اندکی البته چهره‌ای بود که جذاب و قابل تحسین بود و در نزد بسیاری از مردم ایران، عراق و سوریه اما به شدت منفور بود. معترضین عراقی در تجمعات خودشون همیشه شعارهای تندی رو علیه قاسم سلیمانی دادن و معترضینی که او رو باعث ناامنی و خشونت و تضعیف حاکمیت ملی در عراق میدونستند از او متنفر بودن و در روز شنیدن خبر مرگش در خیابونها به جشن و پایکوبی پرداختند. اما بین ایرانی ها نگاه ها به قاسم سلیمانی متفاوته. حتما خودتون توی این مدت، توی این چند روزه این تجربه رو داشتین. به خصوص توی فضای مجازی یک دو دستگی به وجود اومد بین آدم ها، بین کسانی که موافق بودن با قاسم سلیمانی و او رو یک قهرمان میدونستن و کسانی که او رو یک جنایتکار میدونستن. حتی این افراد ممکنه که از اعضای نزدیک فامیل بودن به هم دیگه، کما اینکه باعث شد که خیلی ها توی اینستاگرام و فضاهای مجازی
به قول خودشون بقیه رو آنفالو بکنن به خاطر تفکراتی که وجود داشته و حتی خیلی ها توی شوک بودن که چطور میشه آدم هایی که اطراف ما هستن و اکثرشون مخالف حکومت جمهوری اسلامی هستن اما فکر میکنن که قاسم سلیمانی یک قهرمان بوده. بله، ادهی که با مخالفت با جمهوری اسلامی و حتی زاویه داشتن با اون قاسم سلیمانی رو یک قهرمان میدونن و این روزها سر بر شانه های ولایت مداران گذاشته و در سوگ قاسم سلیمانی نشستن. اما اگر از اونها بپرسیم که دلیل این که فکر میکنن که قاسم سلیمانی یک قهرمان بوده از دید اونها چی هست، قطعا یک جواب هست و اون نبرد با داعش هستش. اما نبرد با داعش رو عزیزان باید زیر مجموعه یک ماموریت بزرگ بدونیم که در واقع بخشی از نبرد با دشمنان بشار اسد بود که در جریان اون صدها هزار زن، مرد و کودک بی پناه و بی دفاع قطعا کشته شدن که قاسم سلیمانی در کشته شدن اونها نقش و دخالت مستقیم داشته. این رو فراموش نکنید. و البته این رو هم باید اضافه بکنیم که تمام این نبردها یک هدف بالاتر داشت و هدف اون حفظ محور مقاومت شیعی بود. صحبت‌های قاسم سلیمانی رو قبل از اینکه این بحث رو مطرح بکنم با هم شنیدیم. ایشون دغدغش و تنها دغدغش حفظ نظام هست و احزاب و گروه‌ها و دسته‌ها و تفکر و ایرانی بودن و ملیت دیگری داشتن اصلا براشون مهم نبود. اصل ولایت فقیه و محور مقاومت شیعی مورد توجه ایشون بوده که به هر قیمتی بخوان در منطقه برای تحت فشار گذاشتن و احیانا نابودی اسرائیل این محور مقاومت رو حفظ بکنن. آرمان 40 ساله جمهوری اسلامی و سیاستی که تا امروز باعث انزوای ایران شده و باعث این همه تحریم و این همه فشار بر مردم. البته این رو هم باید اضافه بکنیم که سرکوب مردم در داخل ایران نقش قاسم سلیمانی قطعا در اون مؤثر بوده و قطعا یکی از کسانی بوده که زمانی که اتفاقات آبان پیش اومد و اعتراضات آبان ماه قاسم سلیمانی در سوریه بود و برگشت به ایران برای خاموش کردن اعتراضات. قاسم سلیمانی همون کسی هست که به بشار اسد گفت بکش تا بمانی و به نخست وزیر عراق زمانی که معترضان عراقی به خیابون اومدن گفت ما در ایران میدانیم که با معترضان چگونه برخورد کنیم. در ایران میدانند که با معترضان چگونه برخورد کنند و بله قاسم سلیمانی گفت که سه روزه اعتراضات رو جمع میکنیم و جمع کردن با 1500 کشته، 7000 نفر بازداشتی. آمار کشته شده ها البته هر روز بیشتر هم میشه. کسانی که بعد از آزاد شدن به هر دلیلی، هر اتفاقی که براشون افتاده، مجبور شدن که خودکشی کنن. کسانی که جسدشون در رودخانه ها و در سدها و در بیابون ها و در زبالدانی ها پیدا شد که مشخص شد که شکنجه شدن و بعد هم کشته شدن و اجسادشون رو پرت کردن در گوشه و کنار. اینها همه جنایاتی هستش که زیر پرچم ننگین جمهوری اسلامی داره انجام میشه. و میخوام از همه شما عزیزانی که هنوز هم فکر میکنید که قاسم سلیمانی سوایی از جمهوری اسلامی هستش و یک قهرمان، خوب فکر کنید، اندیشه کنید و بعد با وجدان خودتون قضاوت بکنید که آیا او یک قدیس بود یا یک جنایتکار. اما جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و اون نمایشی که به راه انداخت در شهرهای ایران، تصمیم گرفت که در شهرهای دیگر نقاط دنیا هم مراسمهایی رو در سفارتهای جمهوری اسلامی برگزار بکنه برای اینکه در انظار عمومی و افکار عمومی بتونه قاسم سلیمانی رو یک قدیس نشون بده و اقتدار خودش رو باز هم به دنیا نشون بده. و یکی از شهرهایی که
در اون مراسمی برگزار شد در سفارت جمهوری اسلامی که البته خیلی سعی کرده بودن که مراسم رو مخفیانه برگزار کنن، شهر لاهه هلند بود که اعضای کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی مطلع شدن از این مراسم و جلوی سفارت رفتن و آکسیونی رو برگزار کردن و با اعتراض و افشاگری علیه قاسم سلیمانی و جمهوری اسلامی. این آکسیون خیلی انعکاس گسترده‌ای هم در مدیای فارسی و مدیای هلند داشته که با شما عزیزان گوشه هایی از این مراسم رو می‌بینیم. مرگت فرا رسیده، جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده، مردم در ایران، در لبنان، در عراق، در سوریه و بلخص در ایران امروز میگن جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده. از مردنار مهمت مردنار ایران سرهیمی رحمت مردنار رحمت مردنار ایران سه رژیم ایز تروریست رحمت تروریست ایران سه رژیم ایز مردنار رحمت مردنار رحمت مردنار رحمت مردنار دب های ایز لیدر فاند قدس سپاه قدس That is the military international group and all the terrorist activities in the whole world is Dorchmarkt, Dorchdiemen and the army. The build, the echt build for Mensen in Iran war the build in October. In October war thousand and thousand Mensen op straat geweest. Die waren tegen de Iranse regime. En die hebben gezegd nee, een grote nee tegen het Iranse regime. Er is zoveel dood gevallen. Terrorist, bora gom sho. Mazdoor, bora gom sho. Terrorist, bora gom sho. Mazdoor, bora gom sho. Terrorist, bora gom sho. Mazdoor, bora gom sho. Terrorist, bora gom sho. Terrorist, Süleymani terrorist. قاسم سلیمانی رو امروز مردم در عراق، لبنان، سوریه و ایران و بلخص در ایران جواب قاسم سلیمانی ها و جمهوری اسلامی رو دادن. مردم در اعتراضات آبان ماه جواب رژیم جمهوری اسلامی، این رژیم خونخوار و جنایتکار و تروریستی رو دادن. امروز جمهوری اسلامی از ترسش، از سر استیصالش سه روز تعطیلی در ایران اعلام کرده به دلیل اینکه میدونه مردم جواب خودشون رو به جمهوری اسلامی دادن. مردم سالهاست پیام خودشون رو به جمهوری اسلامی دادن و گفتن جمهوری اسلامی باید بره، جمهوری اسلامی با هر جناح و دستش باید بره و گورشو از جامعه، از عراق، از لبنان و از سوریه گم کنه. در اینجا اما
چند خبر کوتاه در مورد زندانیان سیاسی. محاکمه 13 نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اهواز. روز چهارشنبه 18 دی ماه جلسه دادگاه تجدید نظر 13 نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه برای بررسی اعتراض کارگران به احکام شلاق و حبس تعلیقی برگزار شد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه 17 دی ماه در بیانیه‌ای اسامی 13 کارگر تحت محاکمه را چنین اعلام کرده است: فیزر سعالبی، سید اسماعیل جعادله، اسمت الله کیانی، امید آزادی، محمد خنیفر، عادل عبدالخانی، محمد عبدالخانی، سجاد نبوتی، علی سواحلی، صاحب ظهیری، عادل سماعین، رستم عبدالله زاده و حسین انصاری. بر اساس این گزارش جلسه دادگاه 13 کارگر نیشکر هفت‌تپه در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به ریاست قاضی کوشا برگزار شد. تمدید مجدد قرار بازداشت حمید نوری به اتهام دخالت در کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 به مدت یک ماه دیگر. حکم بازداشت حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه، برای یک ماه دیگر تا تاریخ 5 فوریه 2020 معادل 16 بهمن 1398 تمدید شد. حمید نوری که به زن جنایت علیه بشریت در تابستان سال 67 در و کشتار زندانیان سیاسی در کشور سوئد بازداشت شده است، قرار بازداشت وی به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. حمید نوری در سال 67 در زندانهای اوین و گوهردشت دادیار بوده و در تابستان 1367 هزاران زندانی سیاسی در ایران توسط حاکمیت اعدام و در گورهای دست جمعی به صورت مخفیانه دفن شدند. خانواده‌های بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه 98 در شهر تبریز که در تاریخ 26 آبان ماه از محل کار خود بازداشت شدند و در نزدیک به 2 از قرار بازداشت موقت اونها میگذره، در بیخبری به سر میبرند. بنا به گزارشات، بابک حسینی مقدم یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه هستش که در طی تماسی کوتاه با خانواده اعلام کرده که درد و عفونت شدید در بدن خودش داره و از خانواده خواسته که دفترچه خدمات درمانیش رو به اداره اطلاعات تحویل بدن. اما خانواده این بازداشته به هنگام مراجعه به دادگاه و اداره اطلاعات هیچ خبری از وضعیت او نتونستن به دست بیارن و خانواده های بازداشت شدگان نسبت به سلامت جسمی اونها بسیار نگران هستند. آنیشا عبداللهی روز شنبه 14 دی ماه به شعبه اجرای احکام زندان اوین احضار و در اونجا بازداشت شد و به زندان منتقل شد. لازم به ذکر است که آنیشا اسداللهی در اردیبهشت امسال همزمان با روز جهانی کارگر در تهران بازداشت و پس از چند روز به صورت موقت آزاد شد. یک بار دیگر در خرداد همان سال به دست مامورین امنیتی بازداشت شده و مرداد ماه با سپردن وثیقه آزاد شده بود. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران خانم اسداللهی را به 1 زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرده که 6 از حکم 1 ایشون به حالت تعلیقی در اومده و علاوه بر این فعال سیاسی به رونویسی از کتاب‌هایی که تعیین شده از سوی دادگاه و 2 خدمت به جانبازان جنگی محکوم شده. همچنین ندا ناجی از بازداشت شدگان روز کارگر در تهران همچنان در زندان نگهداری میشه و مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و حسن سعیدی هم به حبس محکوم. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های برای آزادی زندانیان سیاسی می‌رسیم. ممنونم که تا این لحظه با ما بودین. تا دیدار بعد، روز و روزگار خوش.